اگه سرنوشت دو نفر تو تقدیر همدیگه نوشته شده باشه، حتما یه روز همو ملاقات میکنن. چی شده؟ تو کافی شاپ محله اتیلر دعوا شده. صاحبش هم زخمیه. اون با ماشین خودش اومده. بله استاد. معلومه که میام. بله میارم. کدوم پرونده؟ پرونده عملای جراحی امروز. بفهمید. گزارش کردم دارم میارم استاد. تو راحت. دوباره کنترلشون کردم. اومدن. همین الان. من بچه‌ام. من شورژانس بازمون برای من. نتونستم دختره رو بگیرم. دکتر بفرستین اینجا. بیا. بشین. دکتر کجاست؟ باشه. بگین دکتر کجاست؟ یواش آروم. بگین دکتر بیاد. یکیتون بهش برسیم. دکتر. اگه کل دنیا رو برای پیدا کردن هم بگردن، یا اگه برای فرار از هم حتی قایم بشن، وقتی تقدیر بخواد حتما سر راه هم قرار میگیرن. اگه تو دکتر نیستی؟ من انترنم. انترن چیه؟ برو بگو پروفسور بیاد. یه دکتر اینجا نیست؟ چقدر معطل بشیم؟ این دکتر کوفتیتون کجاست؟ اینجا چه خبره؟ خبره ها؟ چی؟ تو دکتری؟ بیا. بیا نترس، ببین برات مریض آوردم. بیا. اگه دکتری چرا یه ساعت صدات میزنم نمیای؟ جواب بده، تو لعنت نکردم. چیه ها دکتر کجاست؟ برو دکتر رو بیار. میفهمی چی میگم؟ اگه دکتر نیستی برو دکتر رو بیار. من دکترم، موضوع چیه؟ دکتر زن نمیخوام. یه دکتر درست حسابی بیاری. الان تنها دکتر اینجا منم. اگه خوشتون نمیاد بفرمایید بیرون. یه کاری بکنیم به درد نخورم. این خانم هم ببرین اون طرف. جای تو بودم به جای زبون درزی به فکر زخمم بودم. اگه میخوای دکتر مرد معاینت کنه باید 15-20 دقیقه صبر کنی. خودت میدونی. ببین منو. داری زیاد یه حرف میزنی ها. بیا اینجا خانم کوچولو. نگران نباشین، خودم همتون رو معاینه میکنم. خیلی خوب، قبوله، دکتری معاینه شد. اما گفته باشم اگه این مرد بمیره با تو کاری ندارم، اما با تک تک افراد خانواده تو خاک میکنم. به اندازه کافی وقت هدر دادیم. ببرینش اتاق معالجه. بله خانم دکتر. این کی بود؟ نکنه دکتر جدیده است؟ اسمش چیه؟ اسمش ایلول مهر 2006. ایلول اردم پاشو. هی با تو هم من اون پاتم از دونیز بردا. برو خانم مدیر منتظرته. بودو کارکویارسون. بودو ایلولردم. اینجوری حق به جانبم نگاه نکن. من مدیرتم، جلوت وایسادم. آخ، معلومه تو اصلا نمیخوای آدم بشی. این چندمین بارته؟ یعنی اگه به حرمت مادرت نبودا؟ اون زن مادر من نیست. نمک نشناس. اون زن این همه برات زحمت کشیده. من به کی دارم اینا رو میگم؟ برو بیرون. برو، اعصابمو بیشتر از این خرد نکن. بودو.
تو چه غلطی کردی؟ اون اموال دولت، سری برو درستش کن. شنیدی چی گفتم؟ تو اخراجی، پروندتو میدم دستت. دختره یه نادون، تو اصلا آدم بشو نیستی. الانم برو هر غلطی که میخوای با زندگیت بکن، جا تو این مدرسه نیست. منم براتون آرزو میکنم اونقدر عمر کنیم که تو این مدرسه بپوسی. خدا بگم دانش آموزی مثل تو رو چی کار کنه؟ دختره گچ مغز. دیگه خسته شدم. این چندمین بارته آخه. به خاطر کارهای تو همش باید به این اون التماس کنم. خب التماس نکن، مگه منظورت کردم؟ این بار آخره. دفعه دیگه بمیریم، من دیگه نمیام مدرسه دنبالت. بستم هرچی سر کله زدم باهات. وایسو ببینم، تو نمیدونی، نمیدونی چه بلایی سرت میاد. تو چی ها؟ میدونی اگه من دهن باز کنم چه بلایی سر خودت میاد؟ مثلا همین موهات که رفتی درست کردی، کجا رفتی؟ تو سلمونی آقا اکتای مگه نه؟ اونم تو اتاق اپلسیانش. میدونم چجوری به خدمتت برسم بی چشم و رو. بسته دیگه، برو سوار شو. من خودم پیاده میرم. ایلول، 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 الان کجا میخوای بری تو؟ من بابای تو هم، سگه نگهبانت نیستم که اینطوری میکنی. خیلی خوب بابا، تو خونه داداتو بزن. تو خونه؟ کدوم خونه؟ خونه بی خونه، دیگه تمومه، باید از اینجا بری. کجا باید برم؟ بیا، تو را بهت میگم. هر روز یه داستان، هر روز یه شکایت. بشین ببینم. خفم کردی بلای جون. نتونستی بزنی، عقده شده براتاره. ای خدا، شیطونه میگه همچین بزنم. بزن خب، چرا وایستادی؟ کاری که همیشه با مادرم میکردی، الانم بیا منو بزن. با مادرت چی کار کردم من؟ بگو ببینم چی کار کردم من؟ چی کار کردم میگم؟ بگو ببینم چی کار کردم با اون؟ حرف بزن ببینم، تو چشام نگاه کن، بگو با مادرت چی کار کردم؟ چی کار کردم؟ چی کار کردم؟ با مادرت چی کار کردم؟ تو شبیه کی شدی آخه؟ ها؟ به کی رفتی اینقدر هاری؟ ندیدم یه قطعه اشکم بریدی. تو فقط مادرمو نکشتی، روح منم باهاش کشتی. جان بزنن تو اون روحت احمق بیشور.
بیا پایین. برای چی اومدیم خونه مادر جون؟ من اینجا چیکار کنم؟ اینجا رو دوست ندارم. من نمیتونم اونجا نگهت دارم. اون بهت گفته مگه نه؟ اون خواسته منو رد کنه. درست حرف بزن. اون برات مثل یه مادر بوده. اون زنی که این هرزه مادر من نیست و نبوده. به اونم تهمت بزن که کامل شه. بس دیگه، هر کاری میخوای بکن. دیگه هم به من زنگ نمیزنی. بابات مرد. فقط همین؟ با این میخوای وجدانت رو راحت کنی؟ تو بابا می مثلا بابا؟ دیگه اسم تو نمیارم. تا آخر عمرم دیگه نمیام سراغی. خیر سری من دخترتم. نمیتونی اینطوری ولم کنی. ماما کاش بودی. چرا نشستی وسط کوچه؟ ببینمت. داری گریه میکنی؟ چرا باید گریه کنم؟ بابات کجاست؟ رفته دیگه، چشات نمیبینه؟ خدا ازت نگذره. تا اینجا اومده نمیاد تو دست بوسی مادرش. بیشتر از اینم نمیشه ازت انتظار داشت. اولاد نیست که، پهن گاو. بریم دخترم، ساکتو بده به من. یواش دختر، مگه از قحطی اومدی؟ همش مال توه، نترس. خب تعریف کن ببینم، ماسکیو زدی تو مدرسه؟ این دفعه کسی رو نزدم. خیلی مؤدبانه گفتن دیگه نیازی نیست بیای مدرسه، میتونی بمونی تو خونه. بذار همین اول بهت بگم، اینجا محل کوچیکیه، باید مراقب دست و زبونت باشی، وگرنه تو هم منو میندازی بیرون؟ آخه این چه حرفیه داری میزنی؟ مگه من بی وجدانم؟ باشی هم تعجبی نداره، من عادت دارم بندازنم بیرون. این خبرو نیست. اینجا سرتو میندازی پایین، میری مدرسه و برمیگردی و سلام. بزور یعنی؟ لازم بشه بزور و کتک. شایدم یه معلم خوب نصیبت شد، کسی چه میدونه. مادر جون یه چیزی بهت میگم خیالی تو راحت کنم، من 10 ساله که دانش آموز درجه یکم، چیزی به اسم معلم خوب نداریم. صبح بخیر. ببین عشقت اومد. صبح بخیر بهار. صبح شما بخیر. اینو بگی بازش کن زود.
چیه؟ چرا اخمات رفتم؟ استاد مگه من خدمه اینجا؟ هر دفعه این ماموریت رو به من میدین، چرا من آخه؟ چی بگم؟ چی بگم یعنی چی؟ من نمیدونم، خب تو بگو دیگه. امروز میخوام دو تا دوستو بهتون معرفی کنم بچه ها. یکیش قلب و دومیش یکم هیجان نشون بدین چون یه عضو خیلی مهم بدنمونه. میشنوم. خیلی خب، بهار میتونی وظایف قلب رو برامون توضیح بدی؟ عاشق شده. در حقیقت بهار درست گفت، اما جواب سوال من این نیست. حالا چرا؟ عاشق شدن کاریه که مغز انجام میده. مغز میدونه شما به چی احتیاج دارین، وقتی که ببینه زود تشخیص میده. یعنی عشق در مغز شروع میشه و در قلب شکل میگیره. اگه یادتون نره و قاطی نکنین خیلی راحت میشین، اینو بدونین. تونستم بفهمونم؟ بله. خوبه، خوبه. خب حالا برگردیم سر درس. قلب. صبح بخیر دخترم. نگاه کنا این اداها چیه؟ ایلول، از همین روز اول میخوای دیر برسی مدرسه؟ پاشو ببینم. تو کجا میای؟ مدرسه دیگه. ایلول، پتو رو بزن کنار. پاشو دخترم، پاشو. ایلول، اومدی یا نه؟ زود باش دیگه. من خودم میرم، لازم نیست تو بیای، خجالت میکشم. ای بابا، چقدر یه دنده ای تو، از دست این. ببینم از دست من یا تو. خیلی خوب، خودت برو. سلام منم به مدیر برس و بگو مادر جونم این عسلا رو مخصوص برای شما داده. ها، مادم اون پایین یه مغازه لباس فروشی است، برو لباس فرم مدرسه بخر بپوش. ایلول، دخترا یه وقت با کسی دعوا نکنی یا امسال برات سرنوشت سازه. زود باشین بچه ها، برین خونه، چیزی به امتحانا نمونده. این هوا خوب بهتون ساخته ها، از دست شما. وای چه خوشتیپه ها، خیلی هم با وقاره. میگم بابات هیچی از زندگی استاد نمیدونه. از کجا باید بدونه؟ آخه آدم دکتری رو ول میکنه میاد اینجا تدریس. گفتم بابات دکتر شاید بشناسه. خب همه یه دکتر ها که همدیگر رو نمیشناسن اسما جون، حرفایی میزنی ها. آره خب درست. حالا چی کار کنیم؟ بریم با هم یه چیزی بخوریم؟ نه، امروز به اندازه کافی نمکایی که ریختی و خوردم سیرم. بابا مه. شیر برنج، شب برنامه داریم، تو هم دوست داری میتونی با ما بیای. باشه، بری. ببخشید. بفرمایید.
یه فیلم خوب میخواستم. من بهتون پیشنهاد میدم، اینا هست. باشه، ممنونم. خواهش میکنم. وایسه ببینم چیه. دستمو ول کن. خجالت نمیکشی دوزی میکنی؟ چی میگی واسه خودت؟ حرف دهنی تو بفهم. کیفت رو باز کن تا بفهمی حرف دهنمو. باز کن ببینم. بده ببینم. ول کن. باز کن کیفت رو. بسن بگم. بکش اون ور ببینم. چیزی هست؟ کجا قایمش کردی؟ زود پس بده ببینم دختره دوست. بده ببینم. تو بکش مردی که یه موزنه. پاسوشه خودم دیدم برداشتی. شاید بار بگم من دوزی نکردم. حالیت نمیشه نه اصلا زنگ بزن پلیس بیاد. ببخشید. چه خبر شده آقا؟ چه خبر میخواد بشه؟ این دختره به خاطر دلار سیدی دزدیده. من چیزی ندزدیدم. حالیت نمیشه نه؟ میگه ندزدیده. شما اینا رو نمیشناسین. کاراشون همه فیلمه. چرا میدونم آقا، خودم معلمه. با همین سنا سر کار دارم. پس حالا میبینی. دو دقیقه دیگه میافته به التماس که من محصلم و پول ندارم. من محصل نیستم. داری تهمت میزنی. الانم وای میسم زنگ بزنم پلیس بیاد چون من دزد نیستم. خیلی کارت زشت بود. خیلی. آفرین، به تبریک میگم، موفق شدی. حالا خوشحالی؟ چی؟ هم دزدی کردی، هم گولشون زدی، هم کسی که ازت دفاع کرد و ضایع کرد. چی میگی تو؟ چون محصلی ازت دفاع کردم، وگرنه دلیلی نداشت. چی میگین واسه خودتون؟ میگم من محصل نیستم. فکر میکنی خوب دروغ میگی، ولی قیافت همه چی رو لو میده. عجب گیری تو دینا، برای چی دخالت میکنی؟ نمیفهمم. چی بگم؟ چی بگم؟ چیه؟ چه خبره؟ داری میای تو بغلم؟ ببین یه قدم اومدم نزدیکتر شدم بهت. خوبه، خیلی باهوشی، خوشم اومد. نمیخواد به من گیر بدی، الانم برو. من خودم زیاد از کلانتری و دادگاه رفتن خوشم نمیاد، اما میتونم اینا نادیده بگیرم. هر جا دوست داری برو، چیزی نداری ثابت کنی. به منم گیر ندین، خسته شدم دیگه. ای بابا، کیفتو باز کن تا توشو ببینم. اون وقت چیزی که بخوام ثابت کنم دارم. بدش. اما ول کن ببینم. ولش کن. آخ. چرا لگت زدی؟ بهت گفتم با هم سر و کله نزن. آره گفتی، اما من کار خودم رو میکنم. اصلا فهمیدی چی کار کردی؟ یه مرد گنده رو با یه ضربه زدی زمین. این زور از کجا آوردی؟ ببین، من به خودم یه قولی داده بودم که اگه یه روز دختری رو دیدم از خودم قوی تره، تا آخر عمر باهاش بمونم. با من دوست میشی؟ بریم یه دوری بزنیم. ها چی کار داری میکنی؟ آره نمی کنم، یه پیشنهاد فقط. دستتو بکش، دیوونه شدی تو؟ ولم کن. اینجا یه کافه خوب هست، یه چایی میخوریم و همدیگه رو بهتر میشناسیم. گفتی محصلم که نیستی. دستتو بنداز. چرا محصلم؟ برای چی مزاحم میشی؟ حالا شد، اعتراف کردی. الانم بگو که سیدی رو دزدیدی، بریم کارو تموم کنیم. بجو. خستم نکن، حوصله ندارم. مگه تو خواب ببینی؟ اونجا رو نیازی نیست دیگه صبر کنیم. خودت بگو، بریم پیش پلیس یا بریم سیدی رو پس بدیم؟ خوبه، منم همین نظرم. سیدی رو بردار بریم. چی بگم؟ شاید به دردت خورد. اوف، این دختره کیف پولشو کجا گذاشته؟ جیب جلوشو ببین، حتما گذاشته اونجا.
چطور شدم؟ با کیف من چی کار دارین؟ کیف پولی تو کجا قایم کردی؟ ببینم کجا گذاشتی؟ بلم کنی؟ پیداش کردم. باشه تونستی بگیرش. بده من لطفا بده. خونه مامانم به کادو داده. پیداش قصه بابا مامانم داده. مامانم داده. چقدر غر میزنی برای یکی قرقرو شو. داشتین چی کار میکردین؟ داشتیم بازی میکردیم. میخوای تو هم بیا جونم؟ بده من بابا. دیدی هی زرزر حالا گریه نزم بابا. خواهش میکنم دیگه. کیف پولمو بدیم. اونو مامانم داده. کیفشو پس بدیم. امر دیگه ای نداری خانم؟ بهتره پس بدیم. بگی دستمزدمو گرفتم. سوی تفاهم نشه یه وقت. هی صبر کن. بیا این آرام بگیر. که چی بشه؟ تو نجاتم دادی، بیشتر باید بگیری. داری پول میدی که بیای بچسبی به هم، اگه نه؟ نه برای اون نمیگم. پس برای چیه؟ نکنه عاشقم شدی؟ ول کن بابا تو. خب برای کمکی که کردی. ببین دختر جون، از اینکه کمکت کردم پشیمونم نکن. الان بی خودی دنبال من را نیفت نیای بابا. حالا اسمت چیه؟ عجب گیری کردی. من اسمم اسممو میگم، اما دیگه برو پی کارت. خب ایلول خوش اومدی. چه دختر جسوری، دوستی که همیشه دلم میخواست. این پسره رو بی خیال شو، بدش کن. من به مهمت اصلا فکر نمی کنم. اون دختره که تو دستشوی دیدیم ها نتونستم بزنم تو دهنش. اعصابمو به هم ریخته. دخترا یه سوال دارم، یعنی ستایی حریف دختر نشدی شما؟ من اونجا بودم، حالشو جا می آوردم. این مهمت معلوم هست کجاست؟ چند بار بهت گفتم دلم نمیخواد باهات بگردم، برو پی کارت. تو کیا میخوای؟ من همون میشم، لب تر کن، مشکلی نیست. اتفاقا الان مشکل خودت توی، برو کنار. بس این جوره را نمیای ها؟ نظر دستتو بشکنم. بشکن، دوست دارم تو دست منو بشکنی، اما اول میخوام مزتو بچشم. گفتم بکش کنه. شیرین، این همون دختر است؟
آره اونم که مهمت پشت سرش. آره مهمته. تا چیزی تعارف نکنم نخوره که نمیذارم بریم. بازم که توی تو مهمت از کجا میشناسی؟ چی کارش داری؟ وقتی کل کل ندارم ولی من دارم. دختره کجا بود؟ تا این ساعت نیومده هنوز. من باید حاضرشم برم کلانتری. گلایش خانم حالتون خوبه؟ خوبم آره. خوب شد اومدی بذارم. چیزی شده؟ نوام اومده پیشم. صبح رفت ثبت نام کنه. تا این ساعت شب نیومده. نگران نباشین، حتما پیداش میشه دیگه. تو رو خدا منو ببر کلانتری. کلانتری چرا؟ بیا تو تا کیفمو بردارم و بریم. گازشو بگی برو. شب بخیر. تا این وقت شب کجا بودی؟ از کجا میای؟ این چه قیافه ایه؟ تو خودت برای چی دمه داری؟ این ساعت داری کجا میری؟ کجا رو دارم برم؟ میرفتم کلانتری دنبال تو بگردم. از روز اول میخوای اینطوری با هم بکنی مادر جون؟ از روز اول ببین جلوی معلمه چی کار میکنی؟ عیبه به خدا. این که چیزی نیست. بعد وقتی دزدی میکرد اونجا بودین میدیدینش. چی؟ دزدی میکرد؟ چی میگی پسرم؟ نگران نشین، چیزی نشد. همه رو گول زد که دزدی نکرده. نه نه خیر، نبه من همچی کاری نمی کنه. چه معلمی هستی تو؟ چرا داری تهمت میزنی؟ نه خیر، اون نبه منه. از این کارا هیچ وقت نمی کنه، امکان نداره. مادر جون اگه خطاهای بچه هاتون رو انکار کنین به ضرر خودشون تموم میشه. هنوزم داره ادامه میده، چه انکاری؟ این دختر اهل این کارا نیست. ها حالا فهمیدم، تو این عادتو همیشه داری. برای همینم هست که تا الان بهت زن ندادم. اینطوری پیش بری تا 100 سال دیگه مجرد میمونی. آخه موضوع رو چرا ربط دادین به مجردی من مادر جون؟ دلم میخواد، به هر کجا دلم بخواد ربط میدم، به تو چه؟ بودو تو هم بیا تو ببینم. بودو چه حرفا میزنه؟ به حق چیزایی نشنیده. این پسر کیه؟ مستاجر دیگه. اصلا تو تا این ساعت کجا بودی؟ این اطرافی چرخی میزدم همین. این چه لباسیه؟ ها؟ پس فرم مدرسه‌ت کو؟ نخریدم. نمیخرم. من مدرسه پدرسه نمیرم. دیگه چی؟ درس خونی که چیکار کنی آخه دختر ها؟ منم مثل تو توالتا رو تمیز میکنم و میشورم. فکر کردی راحته؟ آره. خب پس تن فروشی میکنم، چه میدونم. بی ادب. من آوردم ات پیش خودم برای این کارا؟ تو نیوردی که. پسرت منو گذاشت جلوی در، تو هم مجبور شد. من خودم بهش گفتم، گفتم بیاردت اینجا، فهمیدی یا نه؟ من برای اینکه نجاتت بدم، برای اینکه فنا نشی. داری دروغ میگی. من دارم دروغ میگم؟ مادرت به خاطر اون پسر بی ارزش من زندگی تو رو تباه کرد.
نمیخوام یه وقت هم شبیه اون بشی. در مورد مامانم درست حرف بزن. نه مامانت، نه باباتو تا روز قیامت نمیبخشم به خاطر کارایی که در حق تو کردن. حالا اگه میخوای زندگی تو به گند بکشی بفرمایی، اینم زندگی باشه، اما دیگه تو هم نباید تو زندگیم دخالت کنی. بسه دیگه، نمیخوام نه تو نه هیچ کس دیگه تو زندگیم دخالت کنه. یواش بابا. من که یواش اومدم، تو یه ها پریدی بیرون. خدای حوصله این یکیو ندارم. واقعا شخصیت عجیبی داری یا میدونستی؟ لااقل من یه شخصیتی دارم، نه مثل تو که تو چشای یه پیرزن نگاه کنم و بگم نود یه دوز عوضیه. خب نمیشد که بهشون نگم. به تو شده دخالت میکنی، من شاگرد تو نیستم، اینجا مدرسه نیست، بکش کنار. حالا یه بار اینطوری شد. پس آقا معلم بلد از خودش هم دفاع کنه. تو عجب دختری هستی. من اینطوری هم دیگه، خوشت نیاد مثلا چی میشه؟ برای پسر کوچیکت منو نمیگیری عموجون؟ عموجون دلم شکست با این حرفات. مادرت چطوری تحملت میکنه؟ دل منم برای مادرت سوخت. چطوری تحملت میکنه؟ نیازی نیست دلت برای مادر من بسوزه، چون اون یه جاییه که درد رو حس نمیکنه. نمیخواستم بزنمت، سیلی زدم تا تو هم بدبخت نشی دخترم. از دست خودم عصبی شدم که چرا زودتر تو رو نیاوردم پیش خودم اینجا دخترم. ببخش منو منم نمیخواستم اینطوری تو رو توایستم. من آدم بدی نیستم، فقط خوبی و بلد نیستم، ولی الان شاید یکی به هم یاد بده. شدی مادر جون؟ حالا که نمیری مدرسه باید پاشی کمکم کنی، باید کلی عسل جمع کنی. ای بابا آب رفت تو گوشم. پاشو لوس نشو. رو هوا نزن، بزن اینجا. ای دیوونه انینا، بذاری من برم برم کنین. ای با
گل آیشه خانوم نبات خیلی خوشگله ها. معلومه که نبه من خوشگله. داره از کمرم میفته این. خب سفتش میکردی نیفته. پنج کیلو بزن. پنج کیلو زیاد نیست؟ کمم هست. خیارم مجانی گذاشتم. بفرما. کم آه و ناله کن دختر، بس دیگه. اینجا اگه نری درس نخونی وضعت همینه که هست. تو پانسیونم خیلی کار داریم که باید انجام بدیم. بردار بریم، زود باش. میخوام یه چیزی بگم. بگو. واقعا میخوایی که من برم مدرسه؟ نه نه، تو باید بخوای. باشه، من میخوام برم. قول میدی؟ قول میدم بابا، قول قول. خیلی خوب، پس بودو برو. چرا وایسادی؟ برو بود عزیزم. بعضی وقتا باید با جریان عادی زندگی پیش بری و هیچ عین خیالت نباشه. اینم نوعی خودزنی محسوب میشه. من این عذابو قبول کردم و تصمیم گرفتم اینطوری زندگی کنم. خدایا خواهش میکنم این معلمم نباشه. اگه شانس منه که حتما همین معلم. بفهم. دانش آموز جدید تیلور. این زندگی چیزی که خواستم و به هم داده که این بار دومش باشه. معلم راه نماییش توی نوه ننه گل آیشه است. من این دانش آموزو نمیخوام. باید قبول کنی، معلمی جز تو نداریم. کلاسه دیگمونم پره. همون چند تا دانش آموزی که دارم برام کافیه. باید مراقب همه اونا باشم. دیگه نمیرسم به دانش آموز جدید. ای داده بیداد. تو برو بیرون منتظر باش. برادر من، لطفاً توافق کن، اینم ببر تو کلاس. گفتم که نمیتونم جناب مدیر. پس نمیتونی ها؟ خبر داره که دانش آموزای کلاست سینم و چیدم و دویگودی شب افتادن کلانتری. تو دیسو گرفتنشون. باید بفرستینشون کمیته انضباطی، خودت که میدونی. دارین تهدیدم میکنی؟ این چه حرفیه؟ این بار رو میتونم نادیده بگیرم، قبول کن. نگاه نکن، نمره‌اش پایینه، زیاد با انضباط نیست، برای همینم آزمایشی فرستادنش اینجا. اما ببین آیکیوش خیلی بالاست، در حد نابغه است. چطور اجازه بدیم هدر بشه ها؟ علی آقا باید این بچه رو برگردونیم به جامعه. پاشو با من بیا. دوبله شده در استدیو جن. خیلی خوب، زنگ تفریح تمومه. همه بشینن سر جاهاشون. همه یه کاراتونو باید تا الان انجام میدادی. چند بار بگم وقتی وارد کلاس میشین در رو باید ببندی. بسیار خوب، از امروز یه دوست جدید داریم. الان خودش باهاتون آشنا میشه. ای لولا. خب فقط همین؟ از استانبول اومدم. دیگه؟ خوبه، مختصر و مفید. برو یه جای خالی پیدا کن بشین. اینجا خالیه، بیا اینجا. بعدم باهات کار دارم. آها، تا درس رو شروع نکردیم یه چیزی بگم. چیدم، دویگا و سینم.
جناب مدیر از کارهای دیشبتون برام گفت. الان شما ستا میرین آزمایشگاه. منم چند دقیقه دیگه میام تا صحبت کنیم. فهمیدی؟ ولی این خیلی نامردیه. چرا؟ اونم اونجا بود. اون دعوا رو شروع کرد. چرا اون تنبیه نمیشه؟ Benden çekiniyor musun? Bana göre değil hiç diyor musun? Çok baskın, çok iddialı, fazla popüler buluyor musun? Peki benim bir kalbim olur, senin aşkınla doldurdu. Göz göze gelince mahvoldum, gerçekten mi görmüyorsun? Bana sabredemiyorsun, fark edemiyorsun. نه چی کار میکنی؟ زود باش خدا بیا دیگه به شرطی که آویزونم نشی یا آکی تو هم با آشون میری پاشین سری پاشا ایلول منتظره چی هستی؟ کارت دعوت بده؟ چجوری از دیسکو جیم شدی؟ با تو هم خنگول باشه نگو خودم میفهمم این تنبیه که تموم شه خودم خدمتت میرسم دیگه همیشه همینه دختر حواستون رو جمع کنی بشینی رومیز نه رو صندلی این هفته آزمایشگاه شما باید تمیز کنید به علاوه کلاس حتی پنجره هاش هم باید تمیز کنید خوب متوجه شدی؟ بله استاد خوبه بعد یه لیست از همه کارهایی که اینجا کردین و مینویسین و تو کلاس برای بقیه شاگردا و دوستاتون میخونینش نکنه رو یه پا هم وای میستی چی گفتی؟ از الان بهتون بگم من نه کلاس رو تمیز میکنم نه آزمایشگاه نامه ی عذرخواهی هم نمینویسم چون شما حق ندارین منو تنبیه کنین چرا ندارم؟ چون اولا من نیفتادم کلانتری اینا مگه نمیگفتن شما خبر نداشتی دوما دیشب من دانش آموز شما نبودم شما معلم من نبودی خب نتیجه اینکه نمیتونین منو تنبیه کنین چون ناحقی میشه شما بریم بیرون پاشین از روز اول میخوای من عصبانی کنی آره؟ نه دارم واقعیت رو میگم به مرور زمان منو میشناسی از خشونت متنفرم اما فکر کنم بعضی وقتا واقعا لازمه با این دکوپوزت میخوای منو بزنی؟ تعجب میکنم فکر میکردم معلمای محبوب و مشهوری مثل شما که دخترها خیلی دوستشون دارن مخالف زدنن آره مخالفم
گفتم که از خشونت متنفرم. متنفری و بازم این کارو میکنی؟ آره، و میبینی که چقدرم کارم خوب و درسته. بلند شو. دستتو باز کن. انگشتام هم اینجوری کنه هم بیشتر درد میگیره ها. خودت میدونی. چه دوستت باشه چه دشمنت، هیچ وقت در آغاز نمیتونی تصور کنی که اون شخص چطوری عوض میشه. اونطوری که میخوای نمیشه. اگه ازت خوشم نیاد بازم نمیتونی باعث شی کاری که متنفرم انجام بدم. خوشحالت نمیکنه. کاشکی میزدی، چون الان خودمو بدهکارت میدونم. نه خیر، مثل این که قصد نداری درس بخونی. من دلم به حال مادر بزرگت میسوزه، هرچی بشه اون قصه میخوره. مادر بزرگ من به تو چه ربطی داره؟ تو رو دست من امانت سپرده. با این وضعیتم تحصیل کردنت ممکن نیست. پشت سرش نگو، برو به خودش بگو. الان تو داری از مادر بزرگی که 10 سال نه حالشو پرسیدی نه دیدیش دفاع میکنی؟ آره میکنم، چون اون خونواده منه، معلومه که ازش دفاع میکنه. چه اینطور؟ خوبه، آفرین، لااقل یه اخلاق درست داری. اگه درس زندگی تموم شده میتونم برم؟ هر کاری میخوای بکن. آها در ذهن اینم بگم که یادت نره تو یه دانش آموزی، وگرنه تو این مدرسه هم جایی نداری. خیلی عصبانی شد. از اول آشنا بشین، من اسما. مامانم منو 45 سالگیش دنیا آورده، یه دختر میخواستن، اونم منم. اینا به من چه؟ گفتم منو بشناسی ازم خوشت میاد، هرچند کسی دوستم نشده، ولی تو امتحان کن. تو غرور نداری دختر؟ آخه بابا مامانم منو خیلی دیر به دنیا آوردن، برای همین بدیاشون رسیده به من. راستی بابا مدیر مدرسه است، البته الان موضوعی نیست، اشتباه بعدش نکن. من برای خودم احترام قائلم، برای تو هم همینطور. خودمو دوست دارم، تو رو هم خیلی دوست دارم. تو قهرمان منی، تو ناجی منی. به نظرم تقدیرمون یکیه تا وقتی پیر بشیم. خیلی حرف میزنی. اینم از مامانم رسیده به من. دختر بامزه هستی، دوست داشتنی. دوست داشتنیم. دستمو ول کن. باشه، میدونستم تو هم از من خوشت میاد. به خدا دوستای خوبی میشیم. این اطراف جایی هست که بشه فرم مدرسه ازش خرید؟ هست، مگه میشه نباشه؟ خیلی خوب شد، اندازه تنته. این که کهنه نیست، چرا میدیش به من؟ نمیفهمم. خب میخوام به دردت بخوره. شوخی کردم بابا، من دو تا دارم، یکیش مال تو. چند وقت درد دارین؟ از وقتی یادمه معدم درد میکرده. پس چرا الان تازه اومدین دکتر؟ آخه دیشب یه حالم خیلی بد شد. دارویی هم براش مصرف میکنی؟ بله. اینا رو میخورم، همشون گیاهی هن. تو تلویزیون دیگه. بسیار خوب، متوجه شدم. با این جاهلیت میخواییم تا کجا پیش بریم؟ مگه هرچی گفتن شفاسو میخوریم؟ دردتون چند دلیل میتونه داشته باشه، بعد انجام آزمایشات میتونیم بفهمیم، اما قبلش؟ باشه، شما برین، من آزمایشاتو می نویسم از پرستار بگیریم. بابا. آره می تونم حرف بزنم. چی شده با زیانور حرف زدی؟ کی میاد بیمارستان استانبول؟ حرف زدم، برگشت حقمو گذاشت کف دستم، گفت به خاطر تو نمیاد، همه این کارا رو به خاطر پسرش میکنه.
دوبله شده در استدیو جم. تلفنم داره زنگ میخوره. پسرم ندو. بله مامان. یواش مواظب باش، چیزیت که نشده. احمد جان بیا اینجا پسرم. خوبه، فرم مدرسه بهت میاد، فقط کفشات بهش نمیخوره. با معلمت نمیخوای حرف بزنی؟ آی چی شده؟ صدامو میشنوی خانوم؟ زنگ بزن 112. مامان جون چی شدی؟ مامان مامان چشتو باز کن مامان. الو، چیزه توی ایستگاه مینیبوس مارماریس یه خانم قش کرده، حامله است. آره داره نفس میکشه. ما خودمون پیششیم، اما تو رو خود زودتر یه آمبولانس بفرستی. مامان جون بیدار شو. استاد اینجا رو نگاه کنین، چه کار کنیم الان؟ اسم چی؟ احمد. مادر طورش نمیشه، نترس کن. نترس. ببخشید. آرو بره، یه مریض اورژانسی دارم بابا. صدات نمیاد پسرا. ساکت باشی. حدودت 30 سالشه، الان چشماش به نور واکنش نشون نمیده، سمت چپ بدنش هم لمس شده، اصلا هیچ حسی نداره. خانوم حامله هم هست. راه تنفسیش چی؟ اون بازه یا نه؟ من بازش میکنم. تو که نمیتونی. به 112 زنگ زدی؟ آره زنگ زدم، اما 3 دقیقه پیش کیسه آبش پاره شده. شما ها برین کنار لطفا، دورشو خلوت کنین بتونه نفس بکشه. برین کنار. استاد دکتر خبر کنی حالش خیلی بده. خانم خوبه؟ آرو یوسف؟ پسرم پشت خطی؟ هستم بابا، میشنوم. بگین چه خبر اونجا؟ الان بالا آورد بابا، باید گلوشو سوراخ کنیم. اگه آمبولانس نرسه من خودم باید انجامش بدم بابا. این کارو نمی‌کنی به هیچ وجه. دخالت نکن. کمک نداری. اگه اشتباهی کنی جواز پزشکی باطل میشه. چون ممکنه خونریزیش زیاد بشه و بهش آسیب جدی وارد بشه. پسر خوشتی، دست مادرتو بگیر، بهش بگو تحمل کنه، قوی باشه، زنده بمونه. زود باش. چی میگین؟ این که به درد نمیخوره، باید دکتر بیاد بالا سرش. تو هم بگیر درس اول، احساساتو برخلاف چیزی که فکر میکنی مغز میتونه ببینه، نه قلب. یه بخش کوچیک مغز این کارو میکنه. مغز مادری که احساس پسرشو ببینه با قدرت اون طاقت میاره و زنده میمونه. متوجه شدی؟ زود باش. مامان مامانی بیدار شو. الان یه چاقو میخوام. یعنی گلوی این سنو میخوای ببری؟ زود یاد میگیری، عجله کن. الان میرم میارم. کمک کنی بلندش کن. چی شده؟ وضعیتش چیه؟ حامله است، کیسه آبش پاره شده. گرگی نکن. 30 سالشه، مشکل خاصی نداره، فقط انتوبه نیاز داره. گردن من چی؟ نیازی نیست. زود باشی، سریعتر، زود. بیاین درست بگیرینش. 1 2 3. آروم باش، چیزی نیست. فوری دستگاه آماده کنین، به بیمارستانم خبر بدین اتاق عمله حاضر کنن. من معاینه اول انجام دادم، منم باهاتون میام. شما دکترین؟ بله. زود باشین. وایسا وایسا ببین همه چی درست میشه. باشه. بیا پسرم بریم. دوبله شده در استدیو جم.
این مناسب آقای دکتر؟ آره مناسبه. آم با بعد زود باش. رگشو پیدا کردم. آمپول آدرنالین. نبضش داره میره بالا آقای دکتر. کارتون عالی بود دکتر. زندگی این خانم رو نجات دادیم. هم مادر و هم بچه خیلی خوش شانس بودن که شما کنارشون بودیم. گلایش خانم گفت اینجایی. اون خانم زنده است؟ خدا رو شکر. بچهش؟ خوبه. دختر دار شد. میدونی؟ اسم تو رو ازم پرسیدم. چرا؟ چون جونش رو نجات دادی اونم اسم تو رو گذاشت رو دختر. ایلول. من اونو نجات ندادم که شما دادی. من نمیفهمم شما که دکترین چرا اومدین اینجا معلمی میکنی؟ درس اول، احساسات و برخلاف چیزی که فکر میکنی مغز میتونه ببینه، نه قلب. چون جونشو نجات دادی اونم اسم تو رو گذاشت رو دخترش. ایلول. سلام استاد، میخوام در مورد یه چیزی با اتون حرف بزنم، میتونم بیام؟ نه نمیتونی. راستش اتاقم یکم به هم ریخته است برای همین. چی شده؟ دوست اومده اینجا؟ وایسا وایسا، چی کار میکنی؟ دارم جمع میکنم. به هیچ وجه. میشه اونو بذاری زمین؟ بذاری زمین لطفا. ببین اگه جای یکیشون عوض بشه کل نظم اینجا به هم میخوره. ولش کن لطفا. باش، عصبانی نشی. دست نمیزنم. خب بشی. ا
خب حالا بگو ببینم چرا اومدی؟ انگار تا منو نبینی نمیتونی کاری بکنی. خیلی خودتون دست بالا گرفتین. شما چرا معلم شدین؟ فکر میکنی چرا؟ خب اگه میدونستم که نمیومدم بپرسم. اخراج شدین؟ نه خودم ول کردم. چرا؟ خیلی کنجکاوی. بگذاریم یه سوال دیگه. یه سوال در مورد مغز دارم. گفتین مغزمون یه احساساتی داره. چطوری اینو فهمیدین؟ از کجا شنیدین؟ فکر خودمه. فکر شماست؟ خیلی تحت تأثیر قرار گرفتی. ببین اگه بخوای بیوگرافیمو بنویسی با افتخار بهت کمک میکنم. خیالت راحت. مادر بزرگم، میخوام اونو خوشحال کنم. میخوام وقتی که پیر شد مثل چتر بازنشستگی فقط پاهاشو دراز کنه و استراحت کنه. گفتی چتر بازنشستگی؟ قشنگ بود. تو این حرفای عجیب غریبو از کجا پیدا میکنی؟ شوخی نکنین، جدی میگم. الان دارم بزرگترین تصمیم زندگیمو میگیرم. میخوام عوض بشم. متوجهم. اما چیزی که کنجکاوم بدونم اینه که چرا داری اینو به من میگی؟ چون نمیدونم از کجا باید شروع کنم. خیلی ساده است. درس میخونی، نمره بالا از امتحانات میگیری و موفق میشی. همین. باشه، ولی من قبلا اصلا درس نخوندم. فقط تو کلاس گوش کردم. همین. این بار کافی نیست، چون این دفعه باید با زمان رقابت کنی و خیلی چیزها رو زود یاد بگیری. خب چطوری باید این کارو بکنم؟ یکی باید بهم یاد بده. خب اینم باید خودت پیدا کنی. خب دیگه برو، من کلی کار دارم. خیلی حرف زدیم، پاشو. ممنون استاد. دوبله شده در استدیو جم. چه به موقع زنگ زدی اسما. ببینم تو میدونی باهوشترین دختر مدرسمون کیه؟ بهار. ایلوله که میشناسی؟ آره، ایلول هم کلاسی جدیدمونه. بهار. خب که چی؟ چرا صدام زدی بیام؟ میخوام به ایلول اون تکنیک مشهور تستانی رو یاد بدی، چون اون به معلم خوبی مثل تو نیاز داره. زبونتو خوردن؟ چرا خودت ازم نمیخوای؟ منو برای امتحان آماده میکنی؟ خب معلم ها هستن، بهشون پول میدی برات کلاس میذارن، به همین راحتی. پول ندارم، باید تو امتحانا نمره خوب بگیرم و خودمو به استاد علی ثابت کنم. استاد علی فقط یه استاد مشاوره، چرا میخوای خودتو به اون ثابت کنی؟ چرا به خاطرش میخوای نمره بالا بگیری؟ بگو کمک میکنی یا نمیکنی؟ بی خودی داستان تعریف نکنم. هم کمک میخوای هم دماغت خیلی بالاست. مادرمانه بخوا. پسر من اینجا یه لیرم خرج نمی کنم. این چیه دیگه؟ دیگه چی گفت؟ چی داری میگی پسر؟ با من اینطوری حرف نزن. این همون دختر است که بهتون گفتم. آی بازم سلام عرض شد خانوم. بده. میگم قراره چی بشه که سرنوشت همش ما رو به هم میرسونه؟ عشق تصادف و دوست داره. خب چی کار کنی؟ با هم دوست بشین. اوه میبینم یه جدید بهتون اضافه شده. انرژی خوبی داره، ازش خوشم اومد. تو
بهار نیستی؟ همون دختر باهوش دبیرستان؟ خیلی باهوشه، خیلی. باباش دکتره. یعنی مثل من و تو نیست. انقدرم خوب نیست بابا، مگه نه؟ ولم کن. انگار از تو خوشش نیومد. تازه داریم گرم میشیم. ناز نکن عزیزم. ای بابا. وایسا داری کجا میری؟ میخوای با اون گله خرش کنی؟ آره. برو اون ور. شو اون گله ببر اون ور، دونه دونه بکن ببین دوست داری یا نه. آره مگه نه؟ آخ 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 آخ، داری چی کار میکنی؟ ولم کن، ولم کن. بهت گفت ولم کن، نشنیدی مگه؟ اون گلم ببر. افتاد؟ بی تربیه. پاشین دخترا سری، زود باشین. دارن میان، دارن میان. بدوین بدوین. شده در استدیو جلی. داداش نیستن، ندیدیشون؟ بند اومد. شما چطوری اینقدر سری میدوین؟ به مرور زمان عادت میکنی. تصمیممو گرفتم، بهت کمک میکنم. یوهو. خیلی ممنون. برای اینکه یه چیز در مورد استاد علی بفهمم. خیلی خوب، دیگه بریم. بیا. بله. ایلولو برای امتحان آماده میکنم. البته یکم ناامیدم، اما بازم امتحان میکنم. به خاطر شما. به خاطر من؟ بله، به خاطر شما، چون من از شما خوشم میاد. خب وایسا ببینم، آروم باش. تو الان داری چی کار میکنی؟ اول فکر کن بعد ادامه بده. باشه، مجبور نیستین الان با من رابطه داشته باشین. منم همچین چیزی رو نمیخوام. فقط چند سال منتظر باشین، با کس دیگه ای ازدواج نکنین. من میرم دانشگاه پزشکی، بعد نامزد میکنین. بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم میتونین ازدواج کنین. داری زیاده روی میکنی، بسه. چرا بسه استاد؟ دارم احساساتم رو بهتون میگم. مگه شما خودتون نگفتین که اعتراف کردن عشق بهتر از نگفتنشه؟ اوف، من آره گفتم، اما معذرت میخوام، حرفم رو پس میگیرم. شنیدن این اصلا چیز قشنگی نبود. اما استاد، اینو فراموش نکن بهار. خودت میدونی به ایلول یاد بدی یا نه، تصمیمت اصلا تحت تاثیرم نمیذاره، یادت باشه. من خواستم نشون بدم آدمیم که شما ازش خوشتون میاد. برای همین به ایلول گفتم به خاطر شما باهاش کار میکنم. سعی نکن خودتو تو دل دیگران جا کنی، هرچی هستی همون باش. ببینم، مگه تو فیلم نگاه نمیکنی؟ این دیگه چجور اعتراف عشقه؟ اینجوری خشک و خالی نمیشه که آدم اول یه گلی شکلاتی چیزی میگیره.
شما خیلی دیر کردین. چیز بدی شده؟ مگه من چمه؟ پیر بودنتون یه مزیته. نفهمیدم. تو رو خدا پیر شدن آخه کجاش مزیته؟ بگین دیگه آقای دکتر، من چم شده؟ آروم باشید خاله، نگران نباشید، درمان داره. خانم پرستار، شما دکتر شدین ما خبر نداریم؟ چرا از طرف من حرف میزنین؟ خیلی معذرت میخوام استاد، چون بیمار نگران شد برای... بایدم نگران باشن، قضیه جدیه. آقای دکتر، چرا سر این دختر داد میزنی؟ به خاطر من اینطوری شد، چیز بدی نگفتی. بگذاریم، شما وضعیتتون رو فهمیدین. آخه شما گفتین که چیز بدیه. پس واضح تر بگم، جور دیگه این نمیشه. سرطان معده دارین، خیلی پیشرفت کرده، دیر کردین، اما به نظر میاد میشه کاری کرد. کجا میری ایلول؟ عجله دارم، میرم خونه دوستم درس بخونم. فکر کردی میتونی گولم بزنی؟ باز میخوای نصف شب برگردی؟ منم اینجا از نگرانی میمیرم. به خدا دارم میرم درس بخونم ای بابا. باور کنم. آره، مگه میشه الکی این همه کتابو با خودم ببرم؟ راست میگی، آفرین به تو، نوه من یه آدم بزرگ میشه. میخوای چی بشم؟ دکتر. میخوام دکتر بشی، میخوام رو پوش سفید بپوشی، بهت بگن خانم دکتر، همه بهت احترام بذارن، در زم کلی پول در میاری، زندگیت خیلی خوب میشه. باشه پس دکتر میشم. خوشحال شدی؟ نه، یعنی حتی اگه تو بیمارستان استخدام بشیم راضیم. باور نکردنیه نه؟ اما خودت میبینی من ایلولم هر کاری بخوام میکنم، حتی برای این هدف شروع میکنم به تمرین. شده در استدیو جن. پیداش کردم، پیداش کردم. خیلی خوب دیگه من رفتم. برات صبونه درست کردم، قبل از رفتنت یه لقمه بخور. نمیشه، امروز نتایج امتحانا رو میدن. خدا کمکت کنه دخترم. تا جایی که شنیدم امتحانا خیلی سخت بوده. بله خیلی سخت، اما نتایج فوق‌العاده بوده. میدونین وقتی شنیدم شوکه شدم. مطمئنم شما هم بشنوین شوکه میشین، چون کسی که بالاترین نمره رو تو کل مدرسه آورده از کلاس ماست. بهار دیگه خیلی خفنه. تو این دختر آفرین. ما میدونستیم مثل همیشه. ایلول. بله استاد. تو امتحانات عالی بودی، نفر اول تویی، تبریک میگم.
موفق شدیم. آفرین. بیا. خیلی ممنونم. چرا از من داری تشکر میکنی؟ خودت زحمت کشیدی موفق شدی. اما فکر نکن همه چی تموم شده ها. برای اینکه بری دانشگاه باید خیلی کار کنی. اصلا آسون نیست. میدونم. چی کار میکنین؟ آماده درس دادن میشم. گروه خونی تو میدونی؟ مطمئن نیستم. مطمئن نیستی؟ پس بیا مطمئن شی. بیا. اول انگشت تو استریلیزه کنی. حالا بایسا. خب خب به واکنششون نگاه میکنی، بعد اینو یکم اینطوری میکنی. ببین دارن جمع میشن. گروه خونیت آه. فهمیدم، خیلی ساده است. میخوای گلبولای قرمزتو ببینی؟ آره. حاضره، بیا ببین. یکم نزدیکتر میتونی ببینی؟ دیدم. چطوره؟ یاد گرفتن خوبه مگه نه؟ کم نزدیکتر میتونی ببینی؟ دیدم. چطوره؟ یاد گرفتن خوبه مگه نه؟ شده دختر، تو امتحانه نفر اول شدم. نه بابا، قسم بخور. قسم میخورم، قسم میخورم. منو خیلی خوشحال کردی عزیزم. بهت افتخار میکنم عزیز دلم. خیلی خوشحالم مادر جون، خیلی عزیزم. حیف. چرا الان داریم گریه میکنیم مسخره؟ عزیزم اگه آدم از خوشحالی گریه میکنه باید بخنده، نه بخنده. خب تو چرا گریه میکنی؟ به لطف تو از خوشحالی گریه کردنم یاد گرفتم. بهار، ازت ممنونم خانم معلی. کتاباتو برات آوردم، توش اصلم هست. مادر بزرگم برای تشکر برات گذاشته. من نیازی به اونا ندارم، میتونی برشون داری. خب منم دیگه نیاز ندارم. هیچ وقت کمکتو فراموش نمی کنم. واقعا ممنونم.
به خاطر استاد علی خوندی؟ نه. چرا جواب نمیدی؟ میخوای سوالو عوض کنم. از اون خوشت میاد؟ عاشقش شدی؟ بهار چرا مزخرف میگی؟ اون فقط معلم ماست. خب که چی مثلا؟ این مانع عاشق شدن میشه؟ مگه قلب آدم حرف فالیش میشه؟ من نمیفهمم چرا این حرفا رو به من میگی؟ به هم دروغ گفتی مگه نه؟ اینکه قبلا اصلا درس نخوندی؟ چون آدم نمیتونه بدون درس خوندن نفر اول بشه. به خدا من دروغ نگفتم. آهان، پس یعنی تو تیزهوشیاره؟ صبح بخیر استاد. صبح بخیر. امیدوارم بتونی دوچرخه سواری کنی. چطور؟ این مال منه؟ تو امتحانا نفر اول شدی، هدیته. مسابقه بدی؟ باشه. خوبه. پس یک دو سه. ببینم میخوای برنده شی؟ آره. پس برنده شو. یه جایی خونده بودم بعضی آدم ها فقط به بارون نگاه میکنن، بعضی هم زیرش خیس میشن. بیا اینجا، الان مریض میشی. اون آدم ها مثل تو نیستن که بخوان تو دانشگاه قبول بشن. ممکنه، منطقی. این مال تو. مال منه؟ از کجا خریدی؟ من اینو خیلی دوست دارم. میدونم، با اون عموی تو بازار دوست شدم، اون به هم گفت. خوبه، ممنونم، خیلی لطف کرد. میخوام دکتر بشم. باشه، اینطوری نگام نکن، میدونم که باید خیلی درس بخونم. درسته، اما خیلی درس خوندنم هیچ چیز تضمین نمی کنم. این دفعه خوش شانس بودی. گرچه تو همیشه اینطوری باش، منم همیشه کنار. قول میدم وقتی مامانم مرد من کنارش بودم. بعضی وقتا فکر میکنم که ای کاش اون موقع دکتر بودم، خیلی خوب میشد. شاید مامانم هم مثل اون زن حامله الان زنده بود. یا کاش تو اونجا بودی و نجاتش میدادی. حتی اگه دکتران کنارشون باشن، آدم ها بازم میمونن. اینو هیچ وقت فراموش نکن. حق با شماست.
بارون بند اومد. بیا به اینطوری دیر نیست. ببین اون استاد علیه. آره اینم همون دختر جدیده. آره خودش همون دختر است. بهار بیا ببین این دختر جدیده با استاد علی اومده. حتما یه چیزی بینشون هست، با هم دیگه دوست شدن. شاید ممکنه. ممکنه. چرت نگه، مگه همچین چیزی میشه؟ اون معلممونه. اما یه مرده، خودت داری میبینی، انکار میکنی؟ از استاد عکس میگیری؟ چی کار میکنی؟ دارم یه صحنه عاشقانه رو ضبط میکنم. بدش به من ببینم، این میمونه پیش من. اون دوربین منه. این چرا اینجوری که؟ بیا. ها امروز کلاس نداریم، به همه بگو میتونن برن. برای کلاس نیومدم استاد، یه چیزی شنیدم اومدم اونو بپرسم. چی شنیدی؟ یه شایعه عجیب. چی هست؟ که بین شما و ایلول یه رابطه ای هست، همه یه بچه ها تو مدرسه دارن اینو میگن. یعنی خودت این شایعه رو درست نکردی؟ چی؟ ببین بهار، بگو که بهش حسودی کردی تا بتونم درکت کنم. چرا من به دختری مثل ایلول حسودی کنم؟ من صاحب هر چیزی هم که اون نداره. آره صاحب همه چی هستی، تو همه چی داری، اما اون جز امید چیز دیگه ای نداره. تو اینم میخوای؟ خیلی حریصی. شما طرف کی هستین استاد؟ چیزی نگو، من استادی نیستم که بین دانشجوان فرق بذارم. من همیشه بی‌طرف بودم. الانم برو به همه بگو که کلاس نداریم و برو خونت درساتو بخون، برو به بهترین دانشگاه و خوشحال باش. دیگه هم این بچه بازی های مسخره رو در نیار، باشه؟ منم احساسات دارم، منم قلب دارم، میشکنه. من یه ربات نیستم که فقط درس بخونه و همونی بشه که خونوادش ازش میخوان. هممون قلب داریم، منم دارم. میدونین مشکل چیه استاد؟ شما همیشه مقابل من همین جوری سرد بودین، اما همیشه به اون لبخند زدی. دوربینو گرفت برد دیگه. باورم نمیشه واقعا. ما که نکنه برم چه اتفاقی داریم. زشت رفتارش، نگاه کن نگاه کن، این خیلی زشته، خیلی بده. نگاه کن انگار فوتوشاپه. پس بینشون یه چیزی بوده، افتضاحی. آخی دستی شما رسه بیم.
تو که اصلا لازم نیست شما رو پیدا کنید، لازم نیست. برین سر کلاستون، زود باشین، سریع. اسما اینجا چی کار داری؟ تو این هوای سرد؟ صبور باش بهار، دیگه رسیدیم. خوب شد. من هنوز نمیدونم برای چی اومدیم اینجا. اشتباه از من بود که اومدم توی این آشغالدونی. تو آشغالدونی فقط کثافت هست. بهار وایستا، باید حرف بزنی. من حرفی برای گفتن ندارم. باشه تو حرف نزن، اما حرفای ایلولو گوش کن لطفا. چیه؟ زود باش بگو. بذار من آتیش روشن کنم. هر کاری میخوای بکن بهار، هر کاری، فقط بگو یه سوء تفاهم شده، فقط اینو میخوام ازت بشنوم. چرا همچین کاری کنم؟ چرا رو به عقب حرکت کنم؟ تازه این کمم هست. داری تهمت میزنی بهار. خودم دیدمتون ایلول، برای به دست آوردن اون هر کاری تونستی کردی. من کار اشتباهی نکردم. واقعا؟ تو درویی. برای اینکه خودتو به استاد نشون بدی از من استفاده بسه. کردی. ایلول مثل تو نیست. کسی که همش از بالا به آدم نگاه میکنه و ازشون استفاده میکنه تویی. اشتباه از من بود که اومدم اینجا. میدونی چیه؟ مقصر همه این اتفاقات تویی، چون تو همه رو علیه من پر کردی. باید به حرفام گوش بدی بهار. فلم کن. چیزیت نشد؟ من فقط میخوام باهات حرف بزنم. حرف نزنم چی میشه؟ میخوای منو بزنی؟ زود باش وای نسا. بزن بزن دیگه، چرا وایستادی؟ نکن به. زود باش بزن. بذار این دوستتم بفهمه تو چه حیفونی هستی. زود باش، زود باش بزن. بسته. بهار، 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 ایلول یه چیزی شده، یه چیزی شده ایلول. بهار، بهار بیدار شد. ایلول یه کاری بکن، الان میسوزی. بهار، بهار، ایلول یه کاری بکن. من فکر میکردم با یه موفقیت کوچیک دیگه همه چی رو به راه میشه. بهار،
در صورتی که باید قبول میکردم نمیشه هیچی عوض کرد. بازم شکست خورده بود. ایلول، ایلول یه کاری بکن. بهار، بلندش کن، باید کولش کن. اسما خیر باشه این وقت شب. استاد اتفاق خیلی بدی افتاده. چی شده؟ نمیدونم از کدومش شروع کنم. بهار بیمارستان ایلول بازداشته. چی؟ آرتیست ملاقاتی داریم. بیا. دستت رو نشون بده. چیزی نیست خوبم. گفتم نشون بده. میگم چیزی نیست خوبم. دروغ میگی. میشه نشون بدی؟ خیلی مسخره است نه؟ من و شما. به خاطر من شمارم اخراج میکنه. منو ول کن. باید به فکر تو باشی. افتادی تو درد سر. من به این چیزا عادت دارم. به کسی هم نیازی ندارم. ایلول ببین این مشکل کوچیکی نیست. آره اما مشکل منه. برای همه چی ممنونم. یه حسی به هم میگه شاید دیگه نبینم تو. داری خداحافظی میکنی؟ دیگه اینجا نیاین. بهتره دیگه ما رو با هم دیگه نبینن. راست میگی. اگه بازم سوخت از این بزن. دردش به این زودی ها خوب نمیشه.
به مرور زمان کمتر میشه، نگران نباش. بگو ببینم بهار، چی شد؟ میخواست منو بکشه. باور نمی کنی نه؟ وقتی بهتون گفتم دوستتون دارم هم همین جوری نگام کردی. یه دختر زیبا و باهوشی که در وقت اشتباه دنبال جوابای اشتباه میکردی. داری راه تو اشتباه میری، شکایت رو پس بگیر. زودتر خودتو جمع و جور کن، خوب شو و برگرد مدرسه. بلا بدور. بخور دیگه. من لیاقت غذا خوردن رو ندارم. غذا خوردن که لیاقت نمیخواد. من اینا رو برات درست کردم که یکم جون بگیری. پشیمونم نکن که اومدم اینجا. نه یا منم همینو دارم میگم. اینجا اومدنت به جز ناراحتی چیزی برات نداره. خوب گوش کن ببین چی میگم. یه بار بهت میگم، فکر میکنی من اگه میخواستم نمیتونستم تو رو از سرم واکنم؟ من تو زندگیم از هیچ چی نترسیدم و فرار نکردم، حتی وقتی دکتر بهم گفت سرطان دارم. چی؟ سرطان؟ این دیگه از کجا در اومد؟ از معدم در اومد. چشمات اونجوری نکن، مثل آنفولانزا میمونه. سر هر کسی ممکنه بیاد. قراره یه عمل ساده داشته باشم. مادر جون چی داری میگی؟ راستش نمیخواستم بهت بگم، اما فکرامو کردم. با خودم گفتم اگه این بچه به من فکر کنه حوصله‌اش سر نمیره. دکترا چی گفتن؟ میگن به جاهای دیگه سرایت نکرده، زیاد خطرناک نیست. گرچه نمیدونم برم اتاق عمل آخرش چی میخواد بشه. ببین اصلا از این حرفا نزن. خوب میشی، زنده میمونی. نه بابا، تو نمیتونی خودتو بندازی تو درد سر بعد به من بگی زنده بمون. اول راستشو به هم بگو ببینم. تو که باعث آتیش سوزی نشدی نه؟ اینقدر خودتو مجازات نکن دخترم. تو آدمی نیستی که بخوای عمدن این کارو بکنی. راستشو به من بگو. خوب دیگه برو، زودتر عمل شو، خلاص شو. ایلول ببینم جایت زخمی نشده؟ راستشو بگو. راستشو گفتم، چیزی نیست. مگه میشه دخترم؟ مگه میشه دلت زخمی نشده باشه؟
مادر جون. چی شده دختر؟ چی شده؟ تو امتحانه نفر اول شدم. نه بابا، قسم بخور. قسم میخورم، قسم میخورم. دارم میرم. کار خوبی میکنی، به نظر منم باید بری. برای همه چی ممنونم. اتفاقای خوبی نیفتاد، اما به گردن دخترم حق داری، حلالش کن. دارم همش فکر میکنم اما درک نمیکنم. علی جان، این یه رسوایی بزرگه. فکر کن اگه این خبر بره تو روزنامه وزارت، کلی دردسر درست میشه. چطوری میخوایم درستش کنیم؟ من مسئولیتشو قبول میکنم. اگه اشتباهی هست همش تقصیر منه. من معلمم، اما حق ندارین با دانش آموز من برخوردی بکنیم. آخه چطوری میشه؟ ایلول اینجا میمونه و به تحصیلش ادامه میده. تو رو خدا اینو نخواه. اولیای دانش آموزا رو سرمون خراب میشن، به خصوص سینان خان. از صبح به من گیر داده. نگران نباشین، من با سینان خان حرف زدم. بهارم شکایتشو پس میگیره. این چیه؟ من استعفا میدم. میخوام برم آقای مدیر. این قضیه هم همینجا تموم میشه. برای همه چی ازتون ممنونم. اما پاشا بیا. آزادی. یه عمل کنارت میمونم، دیگه هیچ وقت تنهاد نمیذارم. نگران من نباش دخترم، هیچی نمیشه. چرا باید نگرانت باشم؟ تو از پس من بر اومدی، یعنی از پس سرتون بر نمیای؟ راست میگی. من تا فارغ التحصیلی تو نبینم از این دنیا نمیرم. اوه خدا میدونه تو اون موقع من چه درد سرای جدیدی برات درست کردم. تا ببینی. ببین دخترم، دکتر گفت یه عمل ساده است، گفت به زودی میتونی سر پا بشی. تو نترس، باشه دختر گلم. من این چیزا حالیم نمیشه. اگه سر پا نشی منم میام کنارت میخوابم. قربونت برم. زود بر میگردم، خیالت راحت. منو زیاد تنها نذاری یا زود خوب شو. خب به دکتر میگم. ها راستی دکتر من بابای بهاره، بابای همون دوستت. اون میخواد منو نجات بده. فکر کنم اینجوری تا آخر عمر بهش مدیون بشی. باید بری. به خدا میسپارم دخترم. الو بابا، ساعت 5؟ چی؟ داری میای؟ باشه باشه، خودمو میرسونم.
به خشکی شانس بریدمش. پانس ما رو بیارین. زود باشین، زود باشین. یکی دیگه بیارین. زود باشین. خون ریزی زیاده، خدا میگم. زود باش، یکی دیگه بیار. زود باشین، زود. یکی دیگه بیار. فشار بده، فشار بده. زود باشین، زود باشین. فشار بده، فشار بده. زود باش. مصطفی تو سر برو اتاق عمل. آقای دکتر عمل اونجوری که میخواستیم پیش نرفت. خب منظورتون چی؟ فامیلی چیزی نداری؟ بهتر بهشون خبر بدی. زودتر باید کارای تشییع جنازه رو انجام بدیم. چی دارین میگین شما؟ وقتی یکی از اعضای خانوادت اومد بگو بیا پیش من. چی دارین میگین؟ من خانوادشم، خانواده ای نداریم. ما کس دیگه یا نداریم. الان کجاست؟ وقتی بزرگترت اومد باش حرف میزنم. ایلود من دارم میرم عمل شم تا موفقیت های تو رو ببینم. اینو یادت باش. اگه یه وقت نتونستم زنده بیام بیرون، خودتو با گریه و زاری پریشون نکن. درساتو خوب بخون و نمره های بالا بگیر. هر چی زودتر اون رو پوش سپیدو بپوش، چون این دنیا ارزش هیچ غم و غصه ایو نداره. پولی که گذاشتم تو بانک مال توه. امیدوارم برات کافی باشه. تو رو به خدا میسپارم. امیدوارم خدا آدم خوبی رو تو مسیر راهت قرار بده. خیلی دوست دارم دخترم. میبینم که مثل همیشه بدشانسی کنارته. خدا میدونه که چی کار کردی زن بیچاره از ناراحتی سرطان گرفت. چی میگی تو؟ چی میگی؟ چی داری میگی؟ دارم حقیقتو میگم. خدا میدونه که چی از دستت کشیده. حالا با کمال پررویی داری گریم میکنی. یه چیزی بهش بگو. تو کی هستی ها؟ بابایی یا فرزند؟ یه چیزی بهش بگو. از تو که توقعی نیست. حالا نم آدم باش و این سن ساکت کن. بی تربیت. گم شو برو. من میرم، اما امیدوارم خودت تقاسه این کار از دخترت پس بگیرم. میبینی چی میگه؟ وداد یه چیزی بهش بگو وگرنه خودم حالشو میگیرم. میدونم از بیمارستان پول گرفتی. بی خیال این قضیه نمیشم. یعنی چی میگی؟ اون برای تشییع جنازه بود. من حرفای آدمای بی وجدان رو باور نمیکنم. با همه تون تسبیح حساب میکنم. حالا میبینم. با دکتر سینان تونج کار داشتم. کجاست؟
علی. بله استاد. بیا. شما کشتینش، تو کشتیش، میدونم قاتل. شما که گفتین یه عمل ساده است، شما قاتلین. شنیدین چی گفتم؟ ورش کن، ول کن. این از ناراحتی نمیدونه چی داره میگه. مادر بزرگم سالم رفت تو اون اتاق. مطمئنم یه چیزی شده، حتما یه اشتباهی کردی. مطمئن. من هر کاری از دستم برمیومد کردم، با خانوادت هم حرف زدم، جبرانم کردم. هیچیو نمیتونی جبران کنی. شنیدی؟ اون مرده، میتونی جبرانش کنی؟ متاسفم، اما نمیتونم بیشتر از این حرف بزنم، کلی مریض دارم. میدونم کار تو بوده، مسئولش تو بودی. شنیدی؟ اینو ثابت میکنم، حالا میبینی. ولم کن بابا. بفرمایید از این طرف. ولم کن. چرا به هم نگفتی؟ چرا بگم؟ بهت گفتم همیشه پیشت میمونم، برای اینکه کنارت باشم باید به هم میگفتی. ولی من نمیخوام. خیلی خوب، الان وقت حرف زدن نیست، میدونم، برای همین سکوت میکنیم تا وقتش برسه حرف نمیزنیم. اما اجازه بده کنارت باشم، لطفاً. تو زندگی همه دانش آموزاتون اینطوری دخالت میکنین استاد؟ ایلول، نمیخوای پیشت باشم؟ نمیخوام. لطفاً دیگه کاری به من نداشته باشی. بیا بریم یه هوایی بخوریم. دیوونگی که زخم عشق به بار میاره اثبات مغز عاشق محسوب میشه. من همیشه تلاش کردم خودم از این دیوونگی حفظ کنم، برای همین تقاص پس دادم و اونو از دست دادم. جوان 2017. ازش اسکن بگیریم، هوموگرامم بگیریم. باشه. نتایجشو میخوا. باشه استاد. برای احتیاطم اتاق جراحی حاضر کنی. هر چی شما بگین خانم.
لطفاً به حراستم بگو مراقب این آدمای مافیای خطرناک باشه. چشم خانم، هر چی شما بگی. نتایجو به دستم برسونید. باشه. استاد، یه هلیکوپتر داره میاد. یه مورد اضطراری بعد بریم. ببینم دکتر شیفت شما کجاست؟ خودم هم نمیدونم. استاد، فقط همین رو فهمیدم که حال زن تو فرودگاه به هم خورده. علی آصف خان هم تو همون پرواز بوده. تا اسمش رو شنیدم گفتم شاید بخواییم بدونی. پس بالاخره برگشته. زنه چه شانسی آورده. استاد پیشش بوده. اما وضعیتش اصلا خوب نیست. یه زن 28 ساله، حالش به هم خورده و نشونه های حیاتیش هم ضعیفه. تشخیص تو چی؟ خونریزی مغزی. علائم اولیه کی شروع شده؟ چیزه یعنی چی؟ چند ساعت گذشته؟ ببینین، شاید شما تازه وارد این نمیدونین، من و بهار دوستای خیلی نزدیک هستیم. خب راستشو بگو، میخوای با من دوست چی؟ نه، من همچی منظوری نداشتم. پس چی؟ میخوای پارتی بازی کنی؟ نه. الان یه چیزی بهت یاد میدم دکتر فاتح. منم برای همین اینجا. اشتباهه. اینجایی تا دستیار من باشی. اگه یه بار دیگه بخوای برات پارتی بازی کنم، یه کاری دستت میدم که هیچ وقت یادت نره. فهمیدی؟ چند ساعت حالش به هم خورده؟ 4 ساعت و 45 دقیقه. ازدواج کردی؟ خیر. دوست پسر داری؟ نه. خوبه. خوشحال شدم.